این 21 تن که 4 تن آنان زنان هستند اعضای هیئت گفتگو کننده دولت را می سازند که برای پیشبرد گفتگوهای میان افغانان برگزیده شدند. اعضای این هیئت از بخش‌ها و نهادهای گوناگون هستند، اما منابع می گویند که احتمال تغییر در برخ از این چهره ها وجود دارد. شورای عالی مطالعه هم مذاکره کننده را آجر باید انتخاب کنم، اما آجنده ایشه و طالبا میگه ما حاضر هستیم، ما حاضر هستیم، اما ما پیش از پیش حاضر باشیم. شمار از اعضای این هیئت میگویند که طالبان نباید بیش از این فرصت آغاز گفتگوها و رسیدن به صلح را نادیده بگیرند. یک ماه مبارک رمضان را ما کار کردیم، آمادگی محتوایی، آمادگی آجندا، آمادگی از لحاظ شکلیات، تمام موارد صحبت شده و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی لازم را برای مذاکره داره و ما فکر میکنم حال زمانش است که طالبان دیگه از دوام جنگ دست بکشن. از جانب مقابل هم توقع میره که به این آتش‌بس 3 روزه ادامه بدن و این نشانه اعتمادسازی و حسن نیت هست. وزارت دولت در امور صلح نیز میگوید که تمامی آمادگی ها برای آغاز گفتگوها گرفته شدند. تلاش های عملی حکومت روند صلح رو به پیشرفت قرار داده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز مذاکرات باشیم. قرار بود که روند گفتگوهای میان افغانان 10 روز پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان آغاز شود، اما به علت آنچه که چالش ها در برابر این روند گفته شده است تا کنون این گفتگوها آغاز نشده است.